نداریم. حالا برسه کلوین خواست، برسه چی؟ کلوین یعنی درجه سانتیگراد شد، کلوین میشه درجه سانتیگراد به اضافه 273 میشه 323 درجه کلوین. 300 چند؟ 23. یعنی گزینه دو. یه موقع 50 رو نزنید، این قشنگ اینا رو زیرش خط بکشید، یه موقع شما به دست میاری 50 فوری 50 رو میزن. نخواستی زیگما ام 3 تتا بری زیگما ام 3 برو، هر راهی دوست داشتی برو، هر کوین لطفا. دست به قلم بشید، حل کنید. حتی اگه میدین 100% داری غلط حل میکنید. دویست کنه آبیستی درجه دویست و سیصد. خب اینو چند واحد بگیرم؟ دو واحد بگیرم. اینو چند واحد بگیرم؟ سه واحد. دو واحد سه آب یک ضرب در سی میشه شست. سه واحد آب سش یک ضرب در شست صد و هشت، جمع میشه دویست و چهل. دو واحد و سه واحد پنج واحد میشه چهل و هشت درجه. این از این را. حالا این آب سی درجه انرژی میگیره، 60 درجه انرژی میده. ببین شما تشمیه رو زیر شیراب میخوای دستاتو بشوری، زمستان سرده، یه شیراب سرده شیراب گر، یه خود این بازگاه یه خود آب ولرم میشه، این ولرم یعنی در جرات تعادل. حالا یه موقع شیر گرم و بیشتر باز میکنی، یه موقع شیر سرد و بیشتر باز میکنی، تا چه آبی بخوای تهیه بکنی. خب حالا یه رای دیگه، چه رایی؟ الان آب 30 درجه انرژی میده یا میگیره؟ میگیره. پس میشه M1 C1 در تتای منهای 20. تتای منهای چند؟ 20. این 60 درجه یعنی 30 درجه بخشه تتای منهای 30. M2 C2 در 60 منهای تتا. 60 منهای چی؟ تتا. M1 200 گرم، C آب 1 ضرب در تتای منهای 30 مساوی M2 300 ضرب در 1 در 60 منهای تتا. خب این دوتا صفر با این دوتا صفر میره، ضربش کن میشه دو تتا منهای 60 مساوی با 180 منهای 3 تتا. 3 تتا میاد با این جمع میشه، میشه 5 تتا مساوی 240 تتا میشه 48 درجه سانتیگراد. حالا کلوین خواست به اضافه 270، اینجا گفته بر اساس درجه سانتیگراد یا سلسیوس 48. درست شد؟ نیاز نداره دو ساعت فرمول حفظ کنیم، این کار اینطوری بود اینطوری بودی. این انرژی از دست میده یا میگیره؟ میگیره. این انرژی از انرژی که این گرفته با انرژی که این داده با هم برابر، گرمایی که این گرفته و گرمایی که این داده با هم برابر. بسیار بسیار راحت میتونیم حلش کنیم. نخواستی زیگما ام 3 تتا بری زیگما ام 3. خب حلش کنیم لطفا. 200 گرم آب 30 درجه و 200 گرم آب 40 درجه مخلوط می‌کنیم در جرات تعادل. من یه خواهشی از شما دارم، این خواهشم اینه که یه مبحثی که تو دوره دبیرستان براتون خیلی خیلی سخت بوده، خیلی وحشتناک سخت بوده، این مبحث رو حل کنید، خودتون پیشخوانی کنید، مسئله‌اش رو حل کنید، اون مسئله که مشکل اونا رو جدا بکنید، بعد که درس داده این مبحث رو برو یه بار دیگه حل کن. به این مسئله مشکلی اصلا وجود نداره، یه درس رو یاد بگیریم خیلی ساده است، فقط یاد بگیریم. 200 گرم آب 30 درجه، 200 گرم آب 40 درجه مخلوط اون درجه رو تا این الان انرژی میگیره، این انرژی، انرژی که این گرفته با انرژی که این داده برابر، یا اگه اینو یه واحد بگیرم اینم یه واحد بخش بر 200 بکن، یه واحد 30 تا 30 تا، یه واحد 40 تا 40 تا، 30 تا و 40 تا 70 بخش بر 2 میشه 35. پس درجه تعادل میشه 35 درجه سانتیگراد. بر اساس کلوین خواسته 273 به اضافه چند گفتم 35، 5 و 3 8 308 درجه کلوین. اینجا شو دقت بکنید.
این یه راه، یه راه دیگه. از این آقا حل نکردی، تتا مساوی ام یک سه یک تتا یک به اضافه ام دو سه دو تتا دو ام یک سه یک به اضافه ام دو سه دو. حالا سه تا جس بود به اضافه ام سه تتا سه. الان توی این مسئله به خصوص چیا یکسانه؟ جرما یکسانه، هر دو هم آبه، ظرفیت گرمای ویژه هم یکسانه، پس ام سه شون یکسانه و این میشه ام سه، میشه ام سه تتا یک به اضافه ام سه تتا دو بروی ام سه به اضافه ام سه. صورت از ام سه فاکتور میگیرم، میشه ام سه تتا یک به اضافه تتا دو بروی دو ام سه. چی از صورت مخرج میره؟ ام سه تتا